بسم الله الرحمن الرحیم هیچ آغازی زیباتر از سلام و هیچ آرزویی بالاتر از سلامتی و سعادتمندی نیست هر دو تقدیم شما عزیزان میکنم شما هم وطنهای خوبم شما بیننده های عزیزی که در هر جایی که هستن و برنامه رزی میکنین که همیشه بیننده برنامه ما باشین یک جهان تشکر از حضور گرم یک, یک شما و آرزو میکنم که جور و صحتمند باشین در کنار اعضای ای که در او لطف و صفا و صمیمیت هست ما هم همراه شما عزیزان هستیم امروز امیدوارم که تا آخرین لحظات همراه ما باشین اما خواهر خوب ما خانم سجادی امروز روز یکشنبه همراه شما عزیزان هستند و شما از حتما متوجه هستیم که ما در هفته قبل در رابطه با چگونگی استفاده از رسانه و ای که ما مدیریت کنیم استفاده از رسانه خب رسانه که یک امر بسیار ضروری هست در زندگی ما و شما ای که باید در زندگی ما وجود داشته باشه خب اما این مدیریت میخواید که ما چه قسم و چگونه باید از رسانه استفاده کنیم فضای مجازی ها و ای که بر حال همه موضوعات کاری، زندگی، درسی، مطالعه همه حال در موبایل شدم در تلفن شده و ای که ما از فضای مجازی و اینترنت او چه قسم استفاده کنیم و مدیریت کنیم امروز میخوایم که صحبت و گفتگو کنیم با خرکوم خانم سجادی پس همراه ما باشین خانم سجادی سلام و خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به شما خانم زهوری عزیز و بینندگان عزیزی که مهمان برنامه روشنا هستند انشالله که هفته خوبی رو آغاز کرده باشن فامین های محترمشان به همراه فامیل های محترمشان روزهای خوب و خوشی رو در هفته آینده سپری کنن و مندی و عافیت داشته باشن سلامت باشین سلامت تشکر باشی. خانم ممنون خود. ادامه بحث هفته دیگه ماست دیگه بله ما در هفته قبلی را شروع کردیم این صحبت و گفتگو بله که چه قسم باید ما رسانه را در زندگی خود ما مدیریت, مدیریت کنیم بله خب بیننده های عزیزی که همراه ما بودند و کسایی که حالا به جمع ما پیوستن نسبت به مباحثی که ما در جلسات گذشته داشتیم و امروز هم در ادامه همون مباحث هست مباحثی است که میخوام ببینیم که چطور میشه یک خانواده خانواده پایداری باشه مباحث استحکام خانواده باهم. در جلسات گذشته نقش خانم آقا فرزند و مهارت های ارتباطی رو صحبت کردیم در جلسه گذشته مبحث مدیریت مصرف رسانه آغاز هم. کردیم که رسانه چه جایگاهی در زندگی ما داره و اینکه ما چگونه عمل کنیم در قبال چنین وسایلی که الان دستاز بشری هست و ما قبلا کمک می گرفتیم از این وسایل و رسانه ها برای پیشبرد زندگیمون ولی الان طوری شده که تمام زندگی ما را در بر ام. بله ما جلسه گذشته من یه مقدماتی یه خلاصی از جلسه گذاشته میگیم که ادامه مباحث ما هم پیوند مناسبی بخوره به مباحث گذاشته ما در باره این که در جامعه الان ما بخواهیم نخواهیم رسانه جای خودش رو گرفته بله. عضو لاینفک از جامعه شده ام. و از این طرف آمدیم جایگاه انسان رو به عنوان اشرف مخلوقات در نظر گرفتیم که انسان که اشرف مخلوقات و خلیفت الله هست با قوای انتخاب، اختیار و عقل و اراده خودش بسیاری از کارها رو انجام میده بسیاری بله. از چیزها رو انتخاب میکنه و شخصیت خودش رو به سمت کمال پیش میبره درست این وسایل ارتباط جمعی و رسانه اینها هم هست همین قسم هست که اینها ام. دست ساخته دست بشر هستند بله. که به خدمت بشر بیان ام. نه اینکه رهبر بشر بشند، رهبر نامناسب ما بحث رسانه گفتیم نگاه خوشبین یا بدبین صرف نباید داشته باشیم یک نگاه واقع بینی داشته باشیم بله. که اینها می شود ابزار باشد می شود ابزار مناسبی باشد برای رشد ما می شود محتوای مناسبی در جهت رشد ما باشد خب ما آغاز سخن رو اینطوری شروع کردیم که هر چیزی هم. که باعث ارتقای شخصیت ما میشه ما باید بهش توجه کنیم چه چیزهای باعثی میشه که ما شخصیت ما رشد کنه یکی از این کانال های ارتباطی چشم و همین عنصر نگاه کردن ما هستش دلست. همین عنصر شنیدن ما هستش دلست. خب دیدن و شنیدن یکی از عواملی است که ما دقدقه های فکریمون رو بر اساس اونها میسازیم مثلا تلویزیون نگاه میکنیم بله. مثلا همراه موبایل بازی میکنیم یا مثلا ممکنه از این موبایل استفاده های مفیدی داشته باشیم اینها سازنده شخصیت ما هستش آمده که فلیم زور الانسان و تعامه نگاه کن که چه غذایی مصرف میکنی مم. از حضرت امام باقر علیه السلام پرسیدن که یعنی چی که نگاه کن چه غذایی تو مصرف میکنی ایشان فرمودن که ببین تو کانال ارتباطی که علم از دریافت میکنی چی هست بلد. تو از چه طریقی غذا مصرف میکنی؟ چه مم. کسی برای تو تباخی میکنه؟ چه کسی برای تو آشپزی میکنه؟ حالا این غذا فرق نمیکنه چه جسمی باشه چه روحی باشه بله ما غذای جسم داریم مادرای عزیز تمام کوششان بریست که مخصوصا ایام کوروناست اگر یادشون باشه که اوایل کرونا بود تمام مواد غذایی رو چکار میکردن؟ زدوفونی میکردن زدوفونی میکردن که مبادا تفلکشان دچار بیماری شود یا جدا از او که غذای مسموم یا آلوده مصرف نکند خب مصداق فلینظر الانسان و الی تعامه که امام باقر علیه السلام میفرماید که کانال ارتباطی که تو علم از او دریافت میکنی چی است یکی از کانالهای ارتباطی که ما ازش علم دریافت میکنیم ازش اطلاعات میگیریم همین بحث رسانه هستش پس ضرورت سواد رسانه از نگاه روایات ما بررسی کردیم بله. و در جلسه گذاشته گفتیم که بحث سواد رسانه آنقدر اهمیت داره بله. که ما مقایسه رو در برابر سواد آموزشی خواندن و نوشتن بیان کردیم دقیقاً بله. اگر کسی خواندن بله. و نوشتن بلد نباشه ممکنه که متضرر شده از طمع بله. و سودجویان میگه خب که سواد نداره ممکن ازش سودجویی کنن کدام امضای بگیرن کدام تاپی بگیرن بحث سواد رسانه همین قسم است اگر ما او یاد نداشته باشیم به همین طریق میتونیم صدمه ببینیم بله هم خود ما هم فرزندان, هم خانواده کانون خانواده دوچاره آسیب شوند پس یکی از ضرورت آموزش سواد رسانه همیست که یک مهارت است که اگر ما یاد نگیریم دوچاره ضررهایی خواهیم شد خانم بسیاری از والدین زیاد آگاهی ندارند در این زمینه بله یعنی که خب به حال حالا ما یک کمک بگوییم که از نسل قدیمتر هستن زیاد به چیزهایی که در نسل نیستن. جدید هستن آگاهی ندارند ندارن متوجه نمیشن اینا چه قسم کنن که خودشان برابر کنن بله یک کمک سخت است البته باید حق بتیم بله گپ شما بسیار سعی است بسیار والدین میگه خب ما اون زمان که خودم تفلک خورد بودم اصلا از این گپا نبود شاید تلویزیون بود شاید تلویزیون نبود شاید رادیو بود شاید رادیو نبود تلفن شاید کل خیش و قوم ما یک نفر تلفن داشت که اون کدام جای باید استاد میشدی که اون آنتن میداد ولی الان بچه های الان بچه های عصر رسانه هستن در اولادای ما الان در زمانی زندگی میکنن که شبکه های اجتماعی نام خدا زیادم هستش اگر که بله شنیده باشین در کشور ما خب اولادا تا یک کمی جوانتر میشه در فیسبوک ها هستن در شبکه های اجتماعی هستن مم. تلویزیون برنامه های مختلف داره نشریات بسیار گسترده شده شاید قبلا نشریات فقط یک دانه بود کتابچه محدود شاید بود دسترسی ولی الان بسیاری از عوامل رسانهی در تربیت موثر شده ما در جلسه گذشته گفتیم هیچ نگران نباشن والدین که من حالی که فضای رسانه هست غالب. من چه کار کنم؟ مم. تربیت اولادم بسیار سخت شده ما برشون گفتیم هیچ جای نگرانی نیست این که شما به پی ببرید که در این اصر و زمان باید شیوه تربیتی خودتون ارتقا بدین مم. بیشتر روش سرمایه گذاری کنید این جای بسیار خورسندی هستش که توجه دوست. دارید به این امر مم. و این در نظر داشته باشیم که این از یکی از کارهای شیطان است ما همطور که مثال متروانی رو در جلسه گذاشته گفتیم کسی که متروانی میکنه از ابتدای کار پشت او ماشین تونس موتر تونس که رانندگی بلد نبود آه دیگه. مگر که در کدام سنفی رفت در این کتابچه کتاب یاد گرفت بعد از او معلمش یک چند جلسه همراهش بود آموزش و بعد پشت موتر شش. برای سواد رسانم همین قسم هست که ما یک سری مراحلی رو باید آموزش ببینیم نسبت به که فرزند ما الان در اصر رسانه هست از چه هایی شروع مم. کنیم یعنی در... والدین بعد شروع کنن بله. یا اینکه خود فرزندانم هم جوانان هم میتونن بله بله هم والدین و هم فرزندان و جوانان ما در این مسئولیت بسیار میتونن مؤثر باشم. در جلسه گذشته ما آغاز سخن را درباره رژیم مصرف رسانه صحبت کردیم ای که ما اگر غذایی مصرف میخوایم بکنیم اگر دچار افزایش وزن هستم اگر دچار کاهش وزن هستم اگر دچار بیماری هستم دکتر شفاخانه چی میگه میگه تو فقط دو روز مثلا سوپ بخور تو مثلا غذای یخنی بخور آه. ما هیچ وقت شکایت نمی کنیم چرا چون دستور می دانیم است دیگه. دستور به خاطر سلامتی خود ما دکتر است بله و به خاطر سلامتی خود ما است نسبت به سواد رسانه هم یک سری دستورها داریم و اینجا ما نباید دیگه اظهار نارضایتی بکنیم چرا که میدانیم این دستورها برای منفعت اجتماعی خانواده است منفعت اخلاقی خانواده هست خب یکی از دستورها گفتیم رژیم رژیم مم. گرفتن اینکه چه موادی رو مصرف کنه فرزند پرهیز کردن پرهیز کردن چه کتابچه‌ای رو بخونه چه برنامه‌هایی ببینه مم. چه وقت نبینه و چه اندازه ببینه دو مسئله که گفتیم نگاه انتقادی داشتن به مسئله است نگاه این که من اگه این رسانر دارم استفاده میکنم صرف نباید اعتماد صد فیصد داشته باشم که این حتما چون که در تلویزیون هست حتما در کتاب نوشته پس حتما ای ایسایی است گاهی وقت شده که از همین تلویزیون از همین موبایل از همین کتابچه یک برنامه های بسیار نامناسبی دیده شده ربست. یا حتی شاید برنامه مناسبی باشه ولی زیاد وقت گذاشتنی که تداخل داشته باشه به وقت خوابش تداخل داشته باشه به وقت مطالعش ام. تداخل داشته باشه دیگه کدام کارش این هم صحیح نیست بله. خب ما در جلست گذاشته اینها رو مفصل صحبت کردیم ام. که در ادامهش امروز میخوایم صحبت کنیم که والدین میگن که خب ما قبلا اگر که گوشی رو دست طفلمان دادیم این گوشی تلفن به عنوان یک سرگرمی بود به عنوان یک گیم مختلف و نصب میکردن بازی میکردن آره اگر تلویزیون میدید به عنوان یک تفنن بود به عنوان یک پاره وقت بود اما حال چی کنیم که تمام وقت و ذهن اولاد ما متمرکز شده بر این تلفن یا من به عنوان یک خانم یا آقایی که وظیفه دارم کل کارم الان ده همی تلفن شده باید. ده همی برنامه شده اه، حال وظیفه من چیست حالا چجوری چی من مدیریت کنم ببینید بعضی خانواده ها می اه. پیش میگه که خانم سجادی من کلا دیگه حال نامید شدم دیگه اوضاعی که بمبار اطلاعاتی است بمبار مربی های تربیتی است من دیگه کم آوردم من دیگه پای خود پس میکشم علاز تربیت بله میگم من دیگه زورم نمیکشه خب این میره دگم این میره ده, گیم, ای میره ده فضاهای مجازی. فضوهای مجازی شاید در وقت خواب من رو ببینم شاید در وقت نانچاشتی رو ببینم خب این ها است ای که والدین میکنن صحبت است که خانواده ها میکنن ببینید حال شده شرایط کرونا شده شاید دو سال شده باشه بله, بله. و این شرایطی که الان به وجود آمده خب ان الله که هر چیز زودتر رفع شود امه. شرایط تربیتی خاص خودش میخواد شرایط زندگی رو سبک زندگی رو یک به یک نحوی تغییر داده بله. و که شاید ممکنه که در آینده خب شرایط معادل چنین شرایطی باشه امه. آیا ما باید پای خود پس بکشیم و بگیم که خب من دیگه عاجز شدم وقتی تفلکم 6 ساعت در سر صنف مجازی است من آجز شدم از اینکه همسرم هشت ساعت در سر تلفنش هست و دورکاری میکنه ببینید این شرایط ممکنه که الان باشه و بعدا رخ بدهد یا ندهد اما نگاه ما نسبت به جایگاهی که داریم در خانواده اما هیچ وقت تغییر نمیکنه درست یعنی <applause> که یعنی همزمان با اینکه ما جایگاه خود داخل خانه داریم شرایط اه. ممکنه تغییر کنه شاید بزن... ممکنه ام. کرونا باشه ممکنه که شرایط اقتصادی باشه ممکنه که شرایطی باشه که بله بله. خدای نکرده جنگ و ناامنی باشه ام. اما من به عنوان یک والد من به عنوان یک پدر و به عنوان یک مادر جایگاه خود هنوز باید توجه بیشتر ام. داشته باشم من اگه قبلا فرزندم لسر سر سنس حضوران بود تربیت فرزندم احساس میکردم در فضای مکتب بله، هستش بله. در سر است ولی الان که این فضای مجازی یا رسانه ها احاطه کرده زندگی های ما را این رو باید توجه داشته باشیم که همچنان ما به عنوان امه. یک پدر به عنوان یک مادر نقش مؤثری در تربیت فرزند داریم نمیشه بگیم چون الان که این شرایط به وجود آمده امه. من باید پای خود پس بکشم و تربیت رو بسپرم به دست بقیه بله, بله امام علی علیه السلام در نامه سوی که نهج البلاغه که به فرزندشون امام حسن علیه السلام امه. در واقع نوشتن تماما و سرشار از حس مسئولیت پدر فرزندی است بله بله اینکه که برایشان سفارش هایی میکنن نشون میده که این حس مسئولیت پذیری رو ما در هر شرایطی باید به فرزندمان داشته باشیم داشته باشیم یا اینکه در آیات آمده که ای مردم ای کسانی که ایمان آوردید آیه شش تحریم یا ایها الذین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره ای کسانی که ایمان آوردید خود و خانواده خود را از آتشی که هیزم آن مردم و سنگ هاست نگه دارید پس آه. یک مسئولیت پذیری والده دقیقا. نسبت به فرزندانشون دارن که باید توجه کنن که الان که شرایط فضای رسانه ای هست فضای وسایل ارتباط جمعی هست این وظیفه و مسئولیت از عهده اونها سر نمیشه یعنی هر کس در همون جایگاه خودش و مسئولیت های خودش ثابت و پایدار بله. هست در پهلوی از اون میتونه به دیگه مسائلی حالا کارهایی که بله. در طریق موبایل پیش میبره اونا رو هم باید انجام بدن بله این گفت شما بسیار حساس مهمه بله. چون که بسیاری از والدین مثلا آدم مشاهده میکنن به خصوص حالا که وظیفه مادرها زیادتر شده در بله اصل امروز که حالا شاید بسیاری از سنفا رخصت باشن بسیاری از مکتبا از طریق موبایل پیش رفته پیش بره. ولی خب مثلا بسیار از مادرها فکر میکنن که خود اون دیگه این موبایل است تو و وام دخترم یا بچیم دیگه اون هر چی که بله. خودشان میدانن اون پیش میبرند دیگه من که نمیتونم بشینم تا پلو یزو بله. سخت است یکی ای چخصم او برنامه ریزی کنه و ای که او جایگاه مادری و تربیت و نظارت خودش داشته باشه بله. بسیار میتونه سخت باشه ولی خب ضروری است بله این تصور ایجاد شده که فضای تربیتی فرزندان ما اگر قبلا در فضای خانه و حضورن بود الان در یک فضای ده در پنج سانتی گوشی فضای تربیتی رو دست آنها میتونید بسپارید یا در فضای تلویزیون فضای تربیتی اگه اگر برنامه های تلویزیونی آموزش های کتب سنفش باشه پس اونها میتوانند تربیت رو بر عهده بگیرند در حال اینکه قدرت و اقتدار والدین اراده والدین و جایگاه والدین فراتر از این وسایل ارتباط جمعی است نه تنها به لحاظ شرعی نه به لحاظ اجتماعی نه تنها به لحاظ اخلاقی یا به تمام حقوق مدنی و بسیاری مسائل دیگه پدر و مادر مسئولیت تربیت فرزند رو دارن و باید به این امر بسیار توجه کنند و احساس نکنند که ما نمیتوانیم احساس نکنند که ما انجام نمیشه از جانب ما تربیت فرزند ام. اگر که اینها بگن ما نمیشه یا اینکه امکان نداره درست. هیچ وقت به ذهنشون این اجازه رو نمیده که پس ما بریم دنبالش ام. اما اگر که آن کنند که آره سخته واقعا توانستن این کار که ما تربیت کنیم در ای اصل سخت است و بپذیرن که ما الان نمیدانم کوشش میکنه که بره یاد بگیره بله بله. کوشش میکنه که بره از کسایی که ای سواد رسانه آموزش دیدن کسانی که مربیان پرورش کودک و اطفال هستن از اینها آموزش ببینن که حال ما چه کنیم چه قدم هایی رو برداریم بله بله. که از آسیب ها دور باشن بله. فرزندان خمس مثلا والدین ما مثلا فرزندان خودشان را تا چی سنینه میتونن مدیریت کنن <applause> مثلا گاهی وقتا خب طفل هستن یا نوجوان هستن بله. متوجه نیستن والدین کوشش میکنن که زیادتر نظارت داشته باشن و مدیریت کنن میزان بله. میزان برحال بودن و مصروفیت در موبایل هم بله. خب برحال اون نوجوان جوان میشه بله. یک از لحاظ فکری و عقلی کاملتر میشه آیا در اون زمان هم نیاز است که والدین مدیریت کنن؟ سوالتان بسیار سوال بجا و گپ بسیاری از مادراست که ما ام. فرزندای ما در سنین مختلف هستند حال که این اتفاق افتاده جامعه جامعه رسانه و وسایل ارتباط جمعی است ما چه کار کنیم ببینید ما جلسه گذشته هم نسبت به اینکه اطفال ما در چه سنینی مدیریت ام. کنیم مصرف رسانه را صحبت کردیم اطفال سن... سنوف پایین پایین تر از هفت سال اینها وقتی که گریان میکنه که مادرم پدرم ما وگرنه سرصدا میکنم گریان میکنم برای ما این بازی تلفن بده ما گیم بازی کنم اونجا بعضی مادرها یا پدرها ممکنه که خسته شوند و اینکه حوصلش نباشه که گریه او رو تعمل کنه و نتوانه او را اقنا کنه ممکنه برش گوشی بده یا متاسفانه برش گوشی جدا تهیه میکنه خب این اصلا و ابدا توصیه نشده برای که برای سنوف پایین تر سنفای پایین بله اطفال بله. که سنشون پایین هستش برایشون وسیله شخصی جدا تهیه شود از او کلانتر میشه در سنفای مثلا اف سالگی تا چارده سالگی اینها برای اینها هم اگر که وسیله رسانه دادیم مثل کامپیوتر مثل تلفن اگر به اینها دادیم اینها هم وسیله شخصی جدا نباید برایشون تهیه کنیم به صورت وسیله مشترک مثلا میگم مادر جان من امروز مکتبم باید از این ساعت دهی ساعت سر کلاس باشم سر سنف باشم بله خب میگم خب بچم تو اگه امروز مکتب داری این تلفن مشترک خانواده است تو از این ساعت دهی ساعت تو دایی تلفن استفاده کن و بقیش به من امشیرت هم امرای هم گوشی درسش بخوانه پس مهم. یک وسیله مشترک مهم. باید برایشون تعریف کنیم بله. اما سن نوجوانی میشه سن نوجوانی میشه و این چند سال دیگه؟ از هفت سال سوم یعنی ممکنه که دوازده بعضا تا مثلا چارده تا این که کنان تر شده مهم. سن نوجوانی اینها گفتیم که احساس استقلال میکنن، احساس میکنند احساس هویت میکنند و اینها ادعا میکنن بعد دیگه خودم کلان شدم من در جامعه حال خودم نیاز دارم به تلفن یک سن بحرانی است در این سن چه قسم کنن والدین بله، که س... او میگه که من حتما مستقل شدیم و بعد حتما مثلا یک موبایل داشته باشم بله. در عین حال سن هیجان هست که زیاد نمیتونه عقلانی تصمیم بگیره بله در سن خیلی حساسی هستش خب ببینید ما فرایند تربیت تربیت طور نیستش که ما بخوایم بگیم همین ماه رو ما به تربیت فرزندمان بررسی میکنیم و که ببینیم چجوری برخورد کنیم تربیت از ابتدای تولد حتی بعضی از روایت داریم که قبل از اینکه ازدواج صورت بگیره انتخاب همسر و اینکه خود تربیتی پدر و مادر از اون زمان صورت میگیره حالا بچه ما دنیا آمد دختره که ما پسره که ما دنیا آمد ما از زمان کودکی تا زمانی که نوجوان میشه ما امرایش چگونه برخورد میکنیم وقتی که ام. نوجوان شد این متوجه میشه که من در سن دوازده سالگیم ام. یازده سالگیم من استفاده مشترک داشتیم شاید ممکنه در چهارده سالگی مقاومت نکنه و استفاده مشترک رو بپذیرد و در سن 14 15 سالگی تا جایی که امکان داره برمیگرده به اصول تربیتی که از ابتدا پیش گرفتیم اگر هم شرایطش نبود خب با شرط و شروط برش میدیم بچم خب اگر که توی موبایل برات دادم تو حق نداریم مثلا باید از این ساعت تا این ساعت استفاده ام. کنیم اینکه شب خوب پیش خود من هست یعنی که به شرایط بلوغ عقلی و بلوغ اجتماعی که در خانواده صورت گرفته دقیقاً دار. حتی به خود خانواده هم مربوط میشه بله. یگان وقت است که پدر و مادر خودش تا نیمای شب در دا داخل موبایل هستن بله اما تو میبسن میبینه کلانترش یا بیادر کلانترش هم قسم بله. وقتی میبینن کل یک قسمی خوبیان بر حال به همون طریق پیش میبرن الگو برداری میکنن م. که من مادرم امروی گوشی یا پدرم امروی گوشی چه میکنه دقیقاً میبینه که سر نان چاشت هم رای گوشیش هست <تصفح> بله. و هم الگو برداری میکنم خانم سجادی فکر میکنم یک چند تا کتابه بسیار خوب هم بله. برای بیننده های ما بله. بسیار علاقه من هستم همه و همونزدان بیننده که این کتاب های بسیار خوب شما را ببینیم که در چی مورد هست امیدوار هستم که شما بیننده های خوب ما این کتاب را تهیه کنین و مطالعه کنین کتاب چه قدر میتونه ارزشمند باشد بله. متاسفانه کل گیده موبایل های خود هستن غافل شدن از کتاب ما میخوایم با این کار شما عزیزان تشویق کنیم که رجوع کنین به کتاب کتاب و کتاب خانی و به همین طریق شما میتونین به فرزندانتان هم آموزش بتین و الگو بتین که کتاب در زندگی و مطالعه این چقدر میتونه معصر باشه خانم سرجزی چی چه بله. کتابی دارین برای ما آوردین؟ خب همونطور که به والدین عزیز ما گفتیم برای سواد رسانه یک سری امه. آموزش های باید ببینم یکی از راه های آموزش ها همین برنامه هایی که درباره محتوا خدمت میکنند یکی از راه آموزشی کتاب‌های آموزشی مناسب است این کتاب هم خودش رسانه هستند برای اینکه به ما بفهمانند چه پیام‌های رو یاد بگیریم چگونه زندگی کنیم همطور که گفتیم رسانه خوب داریم و رسانه بد داریم کتاب فرزند و پروری در عصر رسانه. بسیار مفاهیم خیلی خوبی در کتاب گنجانده شده ای که الان در جامعه الان چالش های فرزند پروری در این زمان چی هستش مهم. ای که هویت فرزند پروری چه هویتی داره این که رو گفته توجه مشارکت عشق و بسیاری مسائل دیگه مهم. رابطه والد فرزندی رو اومده صحبت کرده پدر و مادر با, با فرزندشان چه قسم رفتار کنن در مورد همین رسانه بله در آه. اصر رسانه در, در اصری رسانه. که الان حضور داریم با ما الان در یک عصر رسانه و بله. تکنولوژی و پیشرفت و چیزا یعنی کاملا احساس میکنم که مسائل های تربیتی با قبل تفاوت هایی دارن بسیار حالا ریشه و مبنایش یکیست ولی خب با توجه به عصر رسانه و با توجه به اینکه به واقعیت یک پیشرفت و تکنولوژی زیاد ما مشاهده بله. میکنیم تفاوت ایجاد کرده که چه خوب است که والدین ما با مطالعه از این کتاب ها خودشان را سطح بله ارتقا بدن متناسب با روز آه. تربیت کنند خب پس یک کتاب اول فرزن پروری در اصر رسانه بسیار. که گلریا دیکاتانو ترجمه محمد رضا رستمی خب این یک کتاب از این مباحث بود دو تا کتاب دیگه درباره همین سواد رسانه آه. که تربیت دینی رو هم اشاره میکنه کتاب بالانشین اسمش خیلی قشنگه بالانشین. بالانشین خب ما حالا شاید بگیم که چرا بالانشین آه. چرا ما قبلا کلانترهای ما بلای چوکی مینشستن بله. اما حال نگاه کن تلویزیونی ها که بالاتر از هم است یا دا دیوار دادن آه. یا روی میز خودش ماندن مقصدشان علمان... از بالانشین هم بله خوب. بالانشین یعنی که رسانه ها الان در جایگاه خیلی بالای خودشون رو میگیرن یکی به واقعیت گپ اول است در جامعه رسانه بله. اول هم میزنن بله کتاب بالانشین مهارت های مدیریت رسانه در خانواده هستش خب یه چه مباحثی داره؟ این بسیار مباحث خوبی داره مثلا پرداخته شده به بگذارین من برای شما چند تا سرتیتش رو بگم ای که سواد رسانه چیست خب ای که رسانه ها چه آسیب هایی داره ما البته خب در جلساتی ام. که در تربیت فرزند صحبت داشتیم طبعات جسمی و تربیتی مصرف رسانه رو صحبت ام. کردیم اینجا هم اشاره داشته نقش تلویزیون ماهواره و بازی های رایانه ای تلفن همراه و فصل سوم شیوی مدیریت رسانه در خانواده است خب حالا اینکه چه اصولی داره و چه راهکارهایی داره مم. که ما رسانه را مدیریت کنیم کتاب مجموع کتاب های آقای عباسی ولدی کتاب های بسیار خوبی هستش درباره تربیت دینی فرزندان متناسب با تمام دوران و شرایط کنونی تبیین کرده مم. کتاب نقش بازی های ای در تربیت فرزنده اینجا فرزند ما از ما جدا نیست او خود ماست اما در اندازه کوچکتر یا همون ارتش رایانه ای و نوازش تازیانه ای. این هم درباره اینکه چه اثراتی دارد استفاده از بازی های ای که اینجا هم همچنین پیامت های روحی عصبی پیامت های تربیتی و پیامت های جسمی رو ذکر کرده و اینکه خب ما چه کنیم الان که بچه های ما با گیم ها زیاد آشنا شدن خب ام. این سه تا کتاب ما معرفی کردم انشالله خانواده های عزیز با تهیه کتاب ها میتونن که ارتقا بدن سواد رسانه ایشان رو مهم. خب حالا ما یه بحث بسیار مهمی میخوایم بپردازیم خانواده ها میگن خب خانم سجادی شما گفتید بسیار عالی ولی خب چه فرصت نداریم خانم سجادی بعد بسپاریم به هفته آینده ان شاء در خدمت خواهیم بود سلامت تشکر میکنم. می میفهمم که مباحثتون بسیار هنوز باقی هست مباحث بسیار مفید هست بسیار حساس هست با توجه به زندگی امروزی که ما داریم با... به واقعیت تشکر خانم سجادی از حضور شما خدافیزی میکنیم سلامت. شما از بیننده که همراه ما بودین یادتان باشه که با ما حتما در ارتباط باشین مثبت 964 780 255 40 13 نمبر ارتباطی واتساپی ما و شما هست از حضور گرم یک یک شما عزیزان خدافیزی میکنیم و توجهتان رو به ازان به وقت کابل جلب میکنیم و امیدوار هستیم که ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین خدا نگهدارتان صلاه الله سلام الله صلاه الله سلام الله عليك يا اجمل